وای مهناز، نمیدونی از دیروز همینجور افتادم رو تخت دارم وام میگیرم از کمر درد. آره دختر، آره کمرم اصلا انقدر درد میکنه. چی؟ نه بابا کار خونه چیه؟ من خودم کارگر رو بودم، همه کارا رو انجام دادم. از این مورای برپریده سلیت بارون چقدر من حرف بخورم. همش من زخمی میکنی سلیت بارون. آره دختر. بذار برات تعریف کنم. مهناز، آی مهناز. ببین این برپریده هفته پیش هی به من زنگ میزد. میگه بیا تو کارهای خونه تکونی، ای به من کمک کن، من دست تنها. گفتم بابا من خودم کارگر هستم. خب تو کارگر بگی، تو اینقدر پول داری، اینقدر ادعات میشه و فلان و اینا. گفت نه من به کار کارگر اصلا اعتقادی ندارم. اون اعتقادت بخور تو سرت، من به این وضع انداختی. آره گوش بده دختر، دیگه هی گفتی به من کمک کن و اینا. من گفتم خودم دست پام درد کنه، میتونم کمک کنم. تو هم برو کارگر بگی، اعتقاداتتو بذار کنار. آره اینا رو بهش گفتم دقیقاً. گفت نه و فلان و اینا. بعد دقیقا دست گذاشون نقطه ضعف من، منو تحریک کرد با حرفش دیگه. برگشت اینجوری کرد، آره من گفتم از این جاری خیلی به من نمیرسه، از تو آبی گرم نمیشه، باشه خودم میام کارا میکنم دیگه. اینو گفت، من دیگه هیچ از ضعیفم در مقابل این حرفا. گفتم باشه میام کمکت میکنم، ولی زیاد نمیتونم کمک کنم چون خودم این برام درد میکنه. گفت باشه نه بیا، کار اصلا زیاد نیست. گفت کار زیاد نیست، تو فقط فکر کن. من رفتم، آره دیروز صبح رفتم وارد خونه شدم، دستمال داد به من، مثل یه کارگر از من کار کشید. دیوارا رو عزیزم تمیز کن و اینا. آره خودش هم کار میکرد در کنار من، ولی خیلی کمتر کار میکرد. بگم یک دهم منم کار نکرد، بیشتر خاطره تعریف کرد. از این من خاطره تعریف، از اون تعریف میکرد از فلان بیسار و اینا. من همچی کار میکردم چی بگم و اینا. تازه ایرادم میگرفت، اینجا لکه زیاد مونده، بیشتر تمیز کن. قد هرسم در اومده بود. منم باش اینجوری با تو صحبت میکنم، با اونجوری صحبت نمیکنم که. باشو درواسی دارم، خیلی پروه، خیلی سج، مثلا جای بزرگی ماست. هیچ چیزی دختر دیگه. دیوار تمیز کردم، گفت ازم این کفم تی بزن، من برم اون ور کارو انجام بدم. اون ور کارو انجام بدم، آره رفتم داره آرایش میکنه سلیت بانو. نمیدونم کف تموشو بیاین لوس رو تمیز کن، قربونت برم فلان بیست، همش به من زبون میریخت و اینو از من تعریف میکرد، خرم کرده بود. اینو تمیز کن، درو تمیز کن، اونو تمیز کن، فلان رو تمیز کن. ببین یعنی یه صبح تا شب اندازه دو تا کارگر من براش کار کردم دیگه. شب مثلا نمیدونم رو پا وایسادم، گفتم از کمر دارم میمیرم. گفت حالا زیادم نبود و چرا اینقدر بدن ضعیفه؟ گفتم آره پیش خودم گفتم خارشی روزگار، خار چقدر این پر روه. گفتم زیاد نبود، کل خونه رو من تمیز کردم. آره اینقدر پر رو به جای تشکر کنه از صبحش قربون صدقه میرفت و زبونش 2 متر دراز بود. 2 متر. آره بابا اصلا نمیدونی دیگه، از دیشب اومدم افتادم، کمر درد گرفتم شدید و من خونه خودم دارم کارگر تمیز کنه که کار نکنم. وقت رفتم برای سنت بانو کار کردم که اعتقاد نداره خاطر سرش. والا به خدا ببین یه ور پریده یه سلیت بانویه که من اصلا لنگشو ندیدم. والا اصلا یکی نیست بودم به یادم میره به جاریش کمک میکنه. اینقدر خنگی، اینقدر خولی. والا به خودم دارم میگم دیگه. نه بابا من ناراحت نشدم که، اینجور چیزا من ناراحت نمیکنه که. نه قربونت برم، زنای مردم چقدر زرنگن. کارگر نبود از من چه سوء استفاده ای کرد. آره من ناراحت نمیشم، کمرم درد گرفته، پاهام، کمرم، دستم، سرم، مثلا یه وری افتادم. آره قربونت، آره عزیزم، آره تو هم کارگر بگی، ما که رفتیم کارگر جاریمون شدیم. آره فرشم قربونت برم عزیزم، مرغ خوبی باش، خوشگلم قشنگ بانو عزیزم، قربونت، خدای نگهدار.